د امریکا متحده ایالاتونو کې د ولسمشريزو ټاکنو ته لږ وخت نور پاتې ده. دلته د سان دیګو سټیټ په پوهنتون کې ما سره یو څو تنه محصلین د مختلفو پوهنتونونو څخه چې هم دلته په امریکا کې پیدا شوي او لوی شوي دي راسره دي چې دونه به زه یو څو پوښتنې وکړم. دوستانو ښه راغلاست. په دې ولسمشريزو ټاکنو کې آیا تاسو خپله رایه ورکړې ده؟ که ورکړې د خپله رایه چا ته کارولې ده؟ دا 2020 الیکشن کې ما خپل رایه ریپبلیکن پارټي ته ورکړې ده، رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ ته. ما بر رای دادن ثبت نام کردیم، اما تصمیم نهایی که به کدام کاندید رای میتوم نگرفتیم. ما خپل رایه ښاغلی جو بایدن ته ورکړې ده. تاسو ټول خپل رایه کارولې دي یا کاروای؟ خو دلته موږ سره سارا جانه، اغلی سارا جان اوسه پوری خپل تصمیم نه دنیولې چې چاته برای ورکوي. دا ولې؟ من من هست یک دانش آموز سیاست و اقتصاد. به تاثیر از این انتخابات نه تنها برای گروه های اقلیت امریکا که به شمول مهاجرین و کسایی که سفید پوست نیستن، بلکه به تاثیر از این بالای کشور شرقی میانه و افغانستان بیشتر فکر میکنم. زمانی که ما دو کاندیدی که الان وجود داره را با همدیگه مقایسه میکنم از نگاه سیاست بیرونیشون در کشور ما، من بسیار تفاوت زیادی را نمیبینم. از او خاطر انتخاب کردن از این دو تا بر مشکل است. اغلی سناب د متحده ایالاتونو په دې روانو ټاکنو کې تاسو خپل رایا جمهوریت غوښتونکو ته کارولې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې خاغلی ډونالد ټرمپ د خاغلی جو بایدن څخه څه حواله لري؟ دا 2020 الیکشن کې مخبل رای ډونالد ټرمپ ته ورکړل چې د څلور کاله کې چې دا رئیس جمهور خپل ځان یو خود چې هغه کار چې وی اما کار کوي څلوي قال جو بایدن پالیټیشنو خود څلوي قال کې مونږ ته خود چې وعده کوي خو خپل وعده پوره کوي نه. خاغلی فاروق، تاسو ویل چې تاسو خپل رایه خاغلی جو بایدن ته کاروي، نو دا ولې؟ خاغلی جو بایدن څه خواله لري چې خاغلی ډونالد ټرمپ نه لري؟ د معتبر خلکو چې تاکسونه جګیږي دغه یو شاید چې زما جو بایدن پالیسی ډیره خوښیږي، پریخه چرې چې په عامو خلکو دغه پالیسی ډیره مرسته کوي. د بل خوا جو بایدن په افغانستان کې هم سوله غواړي. ښه، ډیره مننه. تاسو نه بله پوښتنه دا ده چې د متحده ایالاتونو د ټاکنو پایله به په دوحې کې د وسلوالو طالبانو او د افغان دولت د استازو په مذاکراتو کې کومه اغیزه ولري؟ که یعنی جو بایدن دا ټاکنې ویسي نو څه اغیزه به ولري، او که ښاغلی ډونالډ ټرمپ بیا ویسي دا ټاکنې نو څه اغیزه به ولري؟ ما از دیدگاه ما فرق زیادی بین مذاکرات صلح از این دو کاندید نمیبینم. هر دویشان عقیده دارند به مذاکرات صلح و ادامه خواهند داد. فقط فرق بین جمهوری خواهان و دموکرات هایی است که دموکرات ها میخواهند به شکل تدریجی و آهسته تر به مذاکرات صلح ادامه بدن، و جمهوری خواهای آقای ترامپ میخواهند سریع و عجولانه نظام امریکایی خود از افغانستان بیرون بسازه و بسیار به شکل شدیدن، به شکل تیز و جدی ادامه بده، که باعث میشه که در کشور یک خلای قدرت به وجود بیاید، یک خالیگاه قدرت به وجود بیاید و این فرصت بیشتر به طالبان میده که طالبان در کشور برن به هر طوری که دوست دارن، یک حکومتی که خودشان دوست دارن بدون که خواست مردم و خواست افغانا را خواست دولت در نظر بگیرن میسازن. نه تنها این به کشور ما مشکل ساز است، بلکه به کشورهای همسایه، به کشورهای بیرون هم تاثیر منفی میگذاره و از افغانستان یک هسته افراطی میسازن که در آخر روز باز کشور، باز ناتو، باز امریکا مجبور است که بیاید و این هسته افراطی را از بین ببره. 20 سال شده که در افغانستان جنگ کلان بوده. ما میفهمیم که صلح در افغانستان در یک روز، در دو روز نمیه، مگم جو بایدن و پارتی دموکراتیک امریکا کوشش خود را بسیار میکنه که صلح در افغانستان پیدا شوه و مردم افغانستان در صلح زندگی کنند. ملګرو، زه غواړم چې تاسو ټولو نه ډیره زیاته مننه وکړم چې تاسو خپل د ژوند ډیر قیمتي شیبې امریکا غږ آشنا تلویزیون ته ورکړ. ډیره مننه. کور مو ودانه.